میخوام تماشاچی ها تماشامون کنن. ولی تو سالن که تماشاچی نیست. چرا هست؟ دل عاشق اصلا میشستیم اینجا به هم دیگه چای میخوردیم، همیشه موقع چای خوردن میگفت تماشاچی ها دارن تماشامون میکنن. میگفتم بانو تاعت که تعطیله کسی نیست. گفت بعضی چیزها تعطیل بردار نیست. گفتم مثل سالونا؟ گفت این زندگی ابی مشرقی. الانم نگاه کن ببین میبینی. نگاه کن آره سالون پره. الانم هستم. نگاه کن بانو چطوری سر از اینجا در آورد؟ نمیدونم نمیدونم وقتی آوردنش اینجا من هنوز بازی میکردم، هنوز بوفه چی نشده بودم، ولی اون خیلی پیر و شکسته شده بود، خیلی زیاد. من خیلی دلم سوخت، خیلی بیشتر از سنش. بردنش به اتاق پایینی همونجا که سرایدار میخوابید اونجا خوابید. من خیلی بهم برخورد، چپ تو صبح بیدار بودم. بیشتر دیده بودیش؟ فیلم باشو میگه. ببین از خودم میخواستم عاشق خودش بودی یا تصویرش تو فیلم ها؟ همش، هم خودش هم تصویرش. شبا تو صبح نمیخوابیدم، خوابشو میدیدم تو رو بیداری تو خواب. کله صبح بلند میشدم میومدم اینجا رو همین سن، هی قدم میزدم هی نگاه میکردم. بعضی وقتا میرفتم پشت این دکور میشستم زار زار گریه میکردم. این اونم شما میومدم میگفتن ابی مخش تکون خورده. من به مادرم میگفتم من دلم تکون خورده نه مخم. مادرم میگفت گور بابا مخ، تو دلت قد یه صد تا مخ میارزه، تو دلت قد یه صد تا مخ میارزه. بسنده یه روز بهم گفت ابی مشرقی من اگه بمیرم چی کار میکنی؟ گفتم نگو بانو خار به پاد من مردم. گفت ابی مشرقی من خوشبخت ترینم چون تو بسم موندی، ولی اونای دیگه همین یکیشون هم نمید. بعد رفت 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 روی این تخت نشست. گفت ابی مشرقی خداحافظ.